گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها تقدیم به همه شما بینندگان ارجمند و گرامی. برنامه با بزرگان موسیقی رو پی میگیریم. در برنامه‌های پیشین از یکی از موسیقیدان‌های نامی کشورمان صحبت کردیم، از عطاالله خرم. عرض کردم خدمت شما در کارنامه هنری این هنرمند سرزمین ما ده‌ها آثار ماندگار وجود داره، ملودی‌هایی که او خلق کرده و هر حال تا به امروز شنونده های بیشماری داره. بسیاری از جوان های امروز هم به اون کارها علاقه خاصی دارن. البته همه شماها بینندگان ارجمند گواهی می دهید که نمی شود در یکی دو برنامه، سه برنامه، ده ها کار ماندگار یک هنرمند رو هم ارزیابی کرد، هم عرض کنم که آدم بتونه تصاویری داشته باشه. چون اون زمانی که آقای خرم فعالیت می کرد، بیشتر فعالیت ایشون متمرکز در رادیو بود، هنوز به اون صورت تلویزیون فراگیر نشده بود و به اون صورت به هر حال نمیشد ویدیوهایی تهیه بشود. بیشتر آثار این هنرمند عزیز در رادیو اجرا شده و بخشش هم در سینمای فارسی. در برنامه‌های پیشین از کارهای گذشته ایشون صحبت کردیم، با هنرمندانی که آقای خرم همکاری داشت، از آقای ویگن شروع شده بود و بعد همینطوری هنرمندان دیگری که در واقع به میدان هنری پا گذاشتن، کارهای زیبایی از آقای خرم را اجرا کردن، مثل منوچهر سخایی زنده یاد، رمان بخش باز باید بگیم زنده یاد، خانم هاید زنده یاد و هنرمندان دیگری که آثار بسیار زیبا و ماندگار از این هنرمند اجرا کردند. خودشون هم شخصا اون زمان یک برنامه‌ای داشتن صبح‌های جمعه در دل برنامه شما رادیو به نام آلبوم رنگین، که این برنامه اختصاص داشت به معرفی چهره‌های جوان و مستعد، که خب بسیاری از اونها بعد توانستن از هنرمندان نامیه مملکت ما بشن. این برنامه سومین قسمت گفتگو و پایان این گفتگو با این هنرمند است، با آقای عطاالله خرم، خالق ملودی های زیبا، دلنشین و ماندگار. با هم می رویم به دیدار این هنرمند عزیز سرزمینمون آقای عطاالله خرم. در اینجا که آمدید، بله، کلاس دایر کردید، شاگردانی داشتی، خودتون اشاره فرمودید. عرض کنم که میخوام ببینم که در اینجا هم آهنگایی ساختید در غربت، بله، آمریکا. بله، آهنگایی ساختم، بله. من یادمه که حتی شما
یادم اون موقع خواننده می‌خواستین یه آلبوم اصلا به او بدید با صدای او. بله. کار شما باشه. خانم بهارک. بله. بله من خودم. بله بسیار صدای خوبی داشت ولی بله. متاسفانه پشت کار نداشت. بله. بل کرد. بله. دو تا صفحه دو تا سی دی ازش دادیم بیرون. بله یادمه یادمه که. بله. بله. خیلی هم مردم تشویق کردن خیلی خوش صدای خوبی هم داشت خانم بهارک. توی این شهر فرنگ بیون این همه رنگ خاطره گذشته ها به دلم میزنه چنگ به دلم میزنه چنگ خاطره مادر بزرگ قصه یه بر بود قصه یه بود و نبود قصه یه آتش دود قصه یه آتش دود دل به هوای یاد گذشته پر میکشه لحظه به لحظه به خاطراتم سر میکشه غمگین انتظار دیدن شهر و دیار دادم میاد که اون روزا حرفانه کلام عاشقانه بود تو هر صدا یاشنا قصه یه خورم غیر از خانم بهارک که همه کاراشو شما انجام داده بودید میخواستید دو تا آلبوم هم دادید بیرون با کدوم یکی از هنرمندا اینجا هنرمندای دیگه اون همکاری داشتید با هایده آهنگ دادم بهش خدا بیامرزه بله روح شاد عرض کنم حضورتون که با آقای شجریان که البته در ایران بود بله کدوم آهنگ اسمشو میدونید مال آقای شجریان مگه نه بله بل دارم بهتون میگم آره. با بیژن با شعر بیژن سمندر بیژن سمندر طفلکی که مریضه بله از جا سلام میکنم به من و تو قصه یک کوه کتاب یه سالی بی جوابی مجنه Love you.
کسایی کار کردیم یادم نیست الان یکی دوتا نیست بله، ولی شاگردای زیادی درس دادم بله. اینجا که اکثر این شاگردها باور نمی کنیم. مثلا یه شاگرد داشتم نیما تو برنامه حتی برنامه خودتونم بوده بله. این میگه من 6 سالمه اسمم نیماست حالا میخوام یه آهنگ ایرانی بزنم برام وکیل شده آفرین خشنگی هم میزن اون وقت آهنگ ساخته چه آهنگه آفرین و دوتا دیگه داشتیم بچه های اقبالیه دکتر اقبالیه بله ارز کنم وزیدن گشتیم و بیولون میزه یک پیانو که در بزرگ داشت من اون که پیانو میزه سولو زد خیلی عالی بزرگ داشتیم ماشاءالله آقای کنم یک کمی خواستم روزی بزرگ داشتم صحبت کنم الان ارز کنم جراح شده بله ارز کنم وزید که اقبالی اسمشه بله اون یکی هم طبیب داخلی شده تا دیگه داشتیم کوچولوها بودن که وکیل شدن اکثرشون دخترها بودن خدمت خوبی کردین که موسیقی رو عرض کنم که بردین از ابتدا بین نوابگان ما بچه هایی که خیلی جوان بودن نوجوان بودن خب این خیلی خدمت بزرگیه تنها چیز نبود من با اینا شاگردام مثلا همینی که میگم اقبالیه بله این دو تا برادر بودم میومدم مادر محترم بسیار خانم محترم که خودش هم دکتره اینا رو میآورد از راه دور میذاشت اونجا برادر کوچیکه شکم داشت خود اینجوری یه روز صداش کردم اینو تا گفتم بیا اومد گفتم که خیلی هم خجالتی بود همیشه سرش پایین بود بچه من گفتم ببین عزیزم من معلم تو هم دوست تو هم تو با این شکم چیش دختری به تو نگاه نمی کنه آره 16 17 سالشه تو باش بری ورزش بکنی هیکلت خوبه خوب میشه اون وقت تمام دخترها میدون دنبال تو این همجور رفت این اینجا داشته باشیم 4 سال گذشت بله یه روز خانم اقبالیه تلفن کرد به من گفتش که یه دست دکترها هستن شما هم بیاین شام اینجا چشم من اون وقت لس آنجلس بودم رفتم اونجا در زدم حالا 4 سال 5 سال گذشته بله یه جوانی اومد شستی سینه ها جلو ورزشکار عرض کنم از اونجا زیبایندم گفتم لابد فامیلشونه گفتم ببخشید مثلا آقای ابی خان هستن گفت های خورم من خودم هم دیگه توجه برسم همین هیچی گفتم اینطوری باره کلا چیکار کرد مادره رفتم گفت آره از اون وقت که شما گفتید ورزش ول نکرد دیگه هم ادامه داد همش هم زیبایی کار کرد زیبایندم کار کرد الان ماشاءالله اونم دکتر شده خب اینم از توصیه های بچه های چیز آی دادگستر سه تا دختر خانومشون رو پسرهاش میمده هر سه تاشون وکیل شدن اون روز تو روزنامه خوندم اونقدر خوشحال شدم که خب بله آقای دادگستر خودشون بله وکیلن بله آقای خورم ببخشید فرزندان خود شما بله سراغ هنر نرفتن یعنی والا پسرام ارگ و پیانو میزنن دخترام نه آه دخترام نه
یعنی از همون زمانی که شما در ایران بودین علاقه داشتن از کوچکی بیاد؟ بله، زندگی میکردن. ولی دختر کوچیکم هیلدا، من پیانو درسش دادم، کار نمیکرد. یه دوستی داشتیم که تو ارکستر کار میکرد، آقای کریمی. بله، کیومرث کریمی. گفتم کیومرث تو بیا درسش بده، کار نمیکرد. بالاخره این رو بردم پلوی چیز آرکلیان، بهترین پیانیست. بله بله، اونجا هم کار نکرد. اونجا هم خب دیگه بالاخره اینو بگیری. از این 30 سال 25 سال گذشت. بله، یه روز اینجا رفتم، بیشتر 40 سال گذشت. یه روز رفتم خونه شون، تا دیدم من درواز کردم، یه چیز جمع کرد بود قایم کرد. من خیلی ناراحت شدم که این چی از من قایم میکنه. تا رفت پلار بارلا، من رفتم جالباسی آقا کردم بود تردارم برشم دارم یه ارگه آخه ارگه خرید کار اومد. گفتم خانم گذشت، حالا دیگه بچه داری دیگه، تو نمیتونی دیگه. حالا موشو داده الان اینجا گذاشتم اینجا عزیزم در خدا. خب ولی موسیقی رو برای بهش خیلی علاقه داره دیگه، همه علاقهش بوده. بله علاقه داره، ولی خب دیگه اون وقت که گفتم گوش نکرد. حالا خب یه زمانی بود آقای خورم، من یادمه اون موقع ها حالا در لس آنجلس داره چون اینجا داریم صحبت میکنیم، ولی در ایران گذشتم بسیار خانواده ها بودن که علاقه من نبودن. اون اوائل ها بله، موسیقی جاشو باز نکرده بود. بله، متاسفانه از کنم که برداشتی که میشد این بر میگرده باز به اون زیربنای خرافی که خیلی ها معتقد بودن که آخه موسیقی حرامه. حرامه. من بله، یه جا داشت صحبت میشد آقای تجویدی تو برنامه پخش خان خدا بیاموزه، موسیقی ما همیشه مظلوم بوده. بله، همیشه این موسیقی مظلوم بوده، همیشه بهش حمله شده. حمله شده. حتی آقای وزیری کلنر در خاطرات خودش آقای خالقی نوشته دیگه چقدر سختی کشیده. بله بله، چقدر اذیتش کردن. آقا میخواد این موسیقی متحول بشه. دو بخش بودن، یک سری موافق بودن، یک سری از اون قدیمی ها بله، اونا مخالف بودن. بله، اینه که واقعا هم موسیقیدان های ما هم هنرمندان ما این فراسفورت ها رو تایید کردن. آقای عطاله خرم جانم، خیلی عذر میخوام، بهترین آهنگی که شنیدید از زمانی که قمرانوری که وزیری میخوند، اون موقع که شما خیلی نوجوان بودید، بله، تحت تاثیر کدوم یکی از صداها بودید؟ از قمر بگیرید همینجوری بیاید تا میرسه به استاد غلام حسین بنان، زلی و نمیدونم اینا همه بودند. یه خانم روحانگیز بود زمانی که کلنل کار میکرد، شاگرد کلنل بوده. بله البته ما اون وقت قابل نبودیم، خیلی کوچک بودم. تأثیر صدا کدوم صدا؟ تأثیر صدای این قمر واقعا به چیز دیگه بود. هم صدا هم شخصیت میدونی اثر میذاره. شما وقتی یه خواننده رو میشنوین بلافاصله سوابقش میاد به نظرتون که این چجور آدمی، عرق خوره، قمارباز، دزد، چیکار است. اون به آوازش جمع میشه، یه جای یه نمره میدیم بهش. توجه باشم وقتی من قمر میشنوم چه شخصیتی در ذهنم پیدا میشه که بالاست، بالاست. بله بله، علاوه بر صدای فوق العاده دلنشین و زیبایی که داشته، خلق و خوی قشنگ، شخصیت او، انسانیت او، اون به کرسون اینا بوده. بله، دار ندارش این میبخشید به این اونو. بله واقعا همینه، واقعا همینه. خانم دلبر بود، آوازخونه چیز بود. نظرت خامل سینم درد میکنیم چند روزه. اینشالله که خوب میشیم. عرض کنم بزرگتون که این خانم دلبر آواز چیز میخوند، ترکی میخوند. بله. تعریف میکرد، میگفت که ما با یه آقایی که تار میزد، یه وقتی که قمر دیگه اواخر چیز میشه و ازش خوب نبود، یه پیت روغن، یک کیسه بزرگ برنج. بله. برداشتیم رفتم خونه. خیلی تشکر کرد فلان اینا. این تارزنه گفت صبر کن. اون تارزنه میزده باش. بله. اسمش یادم نیست. صبر کن. میگه رفتیم یه گوشه باش دادیم. دیدیم این یه تاکسی اومد. اینا رو گذاشت رفت. با ماشین تقریبش کردیم. رفت خونه یه فقیر داد اینجا. همه چیز جاجه. ببین این شخصیت چی میشه؟ خصوصیات قمر بوده واقعا.
حتی من یادم یک در کتابی که دختر آقای خالقی نوشته اشاره به این مطلب شده راجع به قمر، چون رو بحث موسیقی است که یکی از بزرگان ما قمر رو دعوت میکنه به مجلسی. اون شب مصادف بوده با عروسی دختر خوانده قمر، چون میدونی بعضی از بچه‌ها این سر آره بله کلی میگن اشرفی میارن بهش میدن، این میگه امشب من نمیتونم بیام، هر کاری میگه بله. عروسی این دختره بله. و بعد خود آهنگسازایمون هنرمندانمون تعریف میکنن که قمر وقتی یک کنسرت میرفته، اول همدان که میره کنسرت بده اونجا میگه که عارف قزوینی حضور نداشته باشه من برنامه اجرا نمیکنم، چون ارادت به عارف قزوینی داشته. بله بله. عارف هم میدونه که تبعید شده در همدان. بله کاپشن میده. عارف رو دعوت میکنن، عارف میاد یه گوشه میشینه، قسم میخوره میگه آنچنان روی صحنه سکه‌های طلا ریختن سر قمر، میگه صحنه اصلا پر شده بود، بعد یه گلدان بزرگم آوردن به جایزه بدن، این گلدان قمره خانوم اونجا گلدان رو تقدیم میکنه به عارف قزوینی. بله بله همین حق‌شناسی و بعد این خیلی زن رئوف مهربان انسان. بله اینا اثر میذاره دیگه. بله. تنها آواز که نیست، شخصیت بله. طرفم بالاخره اثر داره. حالا بعضیا میگن آقا شما چیکار دارین به شخصی آتش شما بله. آواز تو بشین که لذت ببرین، نمیشه آخه، نمیتونی بله. شما وقتی میگی خرم هم آهنگاش به نظرت میاد هم شخصیتش چه جور آدمیه بله. چیکار کرده بله. نمیتونی تفکیک بکنی اصلا. رفتم گریزانم از دیدارت، رفتم پشیمانم از آزارت، رفتم مکن هرگز یاد مرا، برو پیش دیگر میا، مبر نامم بهر خدا شدی تا چرا باشی تو دور از ما، بیا رفتی از چه رو هیدی راشنا، بازا تا نسوزی جان مرا، بیا جانم به قربانت بیا، بیا دستم به دامانت بیا، آزارت نمی کنم دگر بیهوده، مکن به من نظر عشق من، نمی دهد سمت در یک جا نمیمانی،
تو همچون خواب شبهایی که از چشمم گریزانی، از راز نگاه من همه دل را نمیخوانی، تو عشق سینه سوزم را نمیدانی، نمیدانی امید نامیدی ها بیا چرا باشی تو دور از ما بیا. خب آقای خرم، در لس آنجلس هستیم. در لس آنجلس به هر حال تو تمام این 30 سال شما علاوه بر اینکه خودتون هم فعال بودین، خیلی کارا رو هم شنیدید. خیلی هنرمندای اومدن به هر حال این موسیقی ما رو، حالا موسیقی ایرانی که در ایران به گونه دیگری اجرا میشه، اون موسیقی ایرانی که مد نظر شماست، این یه بحث مفصلی یه روزی باید اینم بازش کنیم. بلکه این حکومت علی اصول مخالفت میکرد دیگه. حتی من یادم اون اوایل یکی اومده بود در رادیو میگه آقا من از صدای ویولون خوشم نمیاد، مسئول موسیقی شده بود. آقا من میشه تو ارکستر ویولون نباشه؟ این گرفتاری ها رو هنرمندهای درون اوایل داشتن. میخوام ببینم که اگه بخوای نمره بدیم به فعالیت هایی که در غربت شده در زمینه موسیقی پاپمون، واقعا به عنوان یک استاد دست اندر کار، کسی که خالق ملودی های جاودانه بوده که مونده یادگاری الان میشنویم، چه نمره ای میدین؟ من اتفاقا جوابم منفیه. چرا؟ حالا بعضی ها فکر میکنن که بنده مثلا حسودی میاد احیانا، مثلا نه کار خودم چیز بکنم. یه آقای هست که شاعره، مرتب تو این برنامه ها منم میکنه که اونو ساختم، اینو ساختم، اسمش نمیارم. ولی خب همه مردم میدونن دیگه بابا این کار زحمت که کشیده شده، بی خودی که آهنگا نگرفتی که. این طرف که میگه موسیقی ایرانی نمیدونه، میخواد توقع داره که مثلا کارش هم بالا بگیره، نمیگیره. بایستی 100% همونطور که قبلا عرض کردم ریشه داشته باشه. تا ریشه در آب است امید ثمره است. ریشه داشته باشه میگیره. اما راجع به اینجا ببینید، ایران ما آهنگ که میساختیم از دو حال خارج رفت، یا رادیو پولشو میداد یا کمپانیا پولشو میداد. مستقیم با کمپانی کار میکردیم، این میومد خرجش قبول میکرد، ما میرفتیم ضبط میکردیم. اینجا هیچ کدومش نیست، نه کمپانی پول میده نه رادیویی هست که پول بده. چرا؟ برای اینکه کمپانیا سابق بر این قبلا میدادن، ولی بعد از اینکه دیگه این اینترنت اومد دیگه بازار کساد شد دیگه، نام بیچاره ها چیکار بکنن؟ در نمیاره، پول در نمیاره، از کجا بیاره بده؟ اینه که کاری کار نشده. نه مثلا خود من الان ده ها آهنگ دارم نمیتونم اجراش بکنم، درسته؟ چون پول میخواد، حتی اقل هر دونی بالاخره 3-4 هزار دلار پول میخواد که ارکستر خوب باشه، تنظیم خوب باشه. خب وقتی نیست این بایگانی میشه دیگه. الان اینی که من نمیتونم نمره مثبتی بدم به موسیقی اینجا. بله، برای اینکه حمایت کننده و پشتیبان نداره. نداره، بله، بله. و متاسفانه یک نکته هم که هست آقای خرم، اینجا یک چیزایی رو بعضی ها باب کردن که حتما میگن باید شیشرشتی باشه، شاد باشه. یعنی میگن شنیدن بچه های ما، هنرمندان ما از این بابت گله دارن. یعنی کاری که میخوان انجام بدن. آخه ببینید، عرض کردم موضوع مادیات بازی میشه دیگه. شیشرشت چرا میگه شیشرشت باشه؟ برای اینکه بشکن و بالا بنداز باشه، بخرن، نوار بخرن، سیدی رو بخرن. بخرن که این بتونه باز دومی هم بده. اینا برای اینه، ولی خب هر کسی میخواد بهترین کار ارائه بده. نمیشه. بهترین کار پول میخواد، پشتیبان میخواد، نداریم. بله، درسته. این یک نکته بسیار قابل اهمیت. بله. آقای خرم گرامی، خب ما فراز فرود زیاد دیدیم دیگه در مملکت خود ما. صحیح. مثلا اسم آوردیم از خانم قمرمون که وزیری، بعد مثلا اسم عارف قزوینی. آخه ببینید، یک وقت شرایط ایجاب میکنه. شما نگاه بکنید در اون عصر استبداد موسیقی ما اومد به کمک آزادی خواهان. بله. یعنی آمدن عارف قزوینی و ما که معمم بود دیگه. بله. لباس آخوندی رو در آورد، اومد پیوست با آزادی خواهان. بله. شما نگاه بکنید ترانه هایی که سرود هم شعرش خودش با آهنگ خودش بود،
امروز هم اونا اجرا میشه. بله. یه مقاومته مثلا از خون جوانان وطن. وطن بله. لاولدان. الان هم دارن میخونن و این دقیقا یک آهنگی بود که یک شور هیجان ایجاد میکرد. الان که وقتی یک ناب سامانوی وجود داره باز استبداد مذهبی حاکم شده، به نظر شما که استاد هستید، ما نیاز نداریم به بعضی کارا که تهیج کنه مردم رو، چون ابزار برنده ای هنر. باز همین با اون جواب میدم بهتون، مادیات. کی بده؟ بله. یک آقای دکتری که دوست منه، بسیارم انسان شریفیه، برای من یک کتاب جالبی خریده فرستاده که تمام ترانه ها هست، نوتش هست اینم. این خیلی علاقمند بود که یه آهنگی بسازیم روی شعر خانم هلیا. هم که شاید در ایران زندانی بود و آزاد بل. شده بعد. زندانی هم بود؟ بله زندان هم رفت آزاد شده. بله خانم. گفت هلیا صدیقی. اجرا. خب بله آهنگ ساختیم. کی اجرا میکنه؟ کی پولش میده؟ بله دیگه. بهش گفت. گفتم آقا بهش گفت آهنگ باید ساختیم دوست عزیز چشم. کی پولش میده که ضبط بکنم؟ بله خب این اینو کارا رو راست میگین. همش بالاخره آخرش میرسه به چه مادیات. مادیات بله بعض خرابه. بله. الان خواننده های ما به غیر از دو سه تاشون مابقیشون واقعا بیکارن، کاری ندارن. بله به اون صورت دیگه مثل حساب ندارن چون فعالیت ندارن. این خوانندگی آهنگ جدید میخواد، هی باش عوض بشه. بله ویگن کارش میگیره برای اینکه این هفته اسب سمطلا میخوند، اون هفته ساقه رو میخوند، اون هفته نمیدونم خب خیلی بیستاره میخوند. خب مردم هی کشن تازه‌تری میواد. اما بنا بود از روز اول همش مثل هم بخونه، هفته دیگه هم همون رو بخونم نمیگیره. این خواننده هم اینجا میشه اشتباهی هنرمندان ما کردن. بله. ببینید یه زمانی بود ما در ایران بودیم، شما خاطرتون هست، مردم برای دیدن یه خوانندهشون هجوم می آورد. بله. بله. مثلا میگفتن آقای ویگن فلانجا برنامه داره، آقا میستادیم ویگن از ببینیمش. الان خب خواننده اومده شده جای بنده مجری شده. یارو تلویزیون رو باز میکنه هر روی خواننده رو میبینه دیگه جذابیت نداره، خواننده نداره. میگه برای چی ببینم من که تو تلویزیون. حالا اینو گفته بذار یه چیزی داستانی یا سرگذشتی هم بگم بهتون. یک قراری شد از طرف مجله بانوان. بله. بله که ما با ویگن یک کنسرت بدیم در بانوان. بله در تهران پارس. بله. استخر معروف. بله. بعد از ظهر ساعت 6 مخصوص خانوما. بله. ما با ویگن ساعت 3 بود ماشین آورد و سوار شدیم و رفتیم و از آن ارکست گفته بودیم قبلا سر ساعت اونجا باشیم. بله. اومدیم تهران پارس همینجور بالا خواستیم وارد بشیم، مردم دیدیم پرن تمام خانوما. ویگنم یه دکاوه داشت، من جلو نشسته بودم، ویگنم پشت فرمون رو رفت آقا تا رفت جلو این ریختن. همینجور ریختن ما دستشون از شیشه جرست لباس باریم. بابا گفتم ویگن برو. گفت کجا برم؟ گفتم من دارم خفه میشم. گفت میتونم ولی کجا برم؟ مگه نمیبینی؟ هی بوغ این خیال شدم. خلاصه خدا پدرش بیامرزه، خدا واقعا اگر نبود ما میمردیم. یه افسر بود سرگرد بود اسمش هم یادم بود از چند قبل. این اومد با دو تا پاسبان و اینا رو باز کرد، راه رو باز کرد و من واقعا حالم به هم خورد. اومدم نرفتم کنسرت ندادیم. کنسرت به هم زدیم. خب ازدهام اونا برای دیدن هنرمند بوده. بله دیگه ازدهام برای هنرمند. ماشاءالله برای نبودن که چیزی رو هنرمندی ببینه. لباس گرفته میگم چه آخه این که دستون کار. خب بعد هجوم می آقای خرم شما که ساختید، میخوام حالا برگردیم به طبیعت. تحت تاثیر طبیعت هم بودین؟ مثلا ما در ایران قدیم خب چهار فصل داشتیم دیگه، اون موقع خودم ایران زندگی میکردیم، میگن تنها کشوری که چهار فصل درش هست. بله. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. میخوام ببینم رو شما این فصل‌ها تأثیری داشته، آهنگی داشتید که مثلا تحت تأثیری مثلا پاییز باشید یا بهار؟ بله یا آهنگ داشتم پاییزه، پاییزه برگ گل‌ها می‌ریزه، خدا بیامرزه یادی بکنیم از مجد سخایی. نه الهه
خیلی شاعرش میگم. شاعرش. اینجا فوت کرد دوست عزیزمون. همینجا؟ آره. تورج نگهبان. آه تورج نگهبان. آره شعرمون پاییز پاییز برگ گل ها میریزه. مروچه رو الهه خوندم. بله. مال من آهنگ من. خیلی زیباست. اون خیلی قشنگه. ببین من اینو اون موقع که رادیو بودم فصل پاییز پخش میکردم. چون من این سوال کردم بدن این که میدونم. خیلی هنرمند و تحت تاثیر رنگای قشنگ برگ ها آدم خب چیز میکنه. بله آقای خرم، ترانه سراهای مشهوری که با شما همکاری میکردن یادتون هست اسماشون؟ بله بله. الان سوز آریانپور رو گفتیم یک. بله پرویز وکیلی. پرویز وکیلی نوزر پرنگ که در نابغه ای بود واقعا بعضی جای حافظ قبولش کرده بود. بله پرنگ الان خیلی کتابش فوق‌العاده است. بله ولی کتابی آثاری که از نوزر مونده باید بخونیم. بله خیلی عرض کنم حضورتون که چه شاعرهای دیگه هم بودن که خب کمتر با ما کار میکردن، مثل مرحوم تورج نگهبان، نظام فاطمی زنده یاد، خیلی با سواد بود. بله. بله. بله عرض کنم حضورتون که آقای اسم خوبی دارم، بیژن سمندر که گفتیم اینجا، بیژن سمندر. بله اون آقای محمد علی شیرازی هم کار میکرد. محمد علی شیرازی چرا نمیرخصی مال شما؟ نه خیر مال بیگنیم. بیگنیم شعرش اون گفته. بله چرا نمیرخصی رو اون شعرش شیرازی گفته. بیگن به آهنگ های من که تحت تاثیر اینا بود. اونم یواش یواش شروع کرد به چیز کردن. می آورد من نوتشو می نوشتم می دادم بهش. بله چیزای قشنگی هم ساخته همین زیرا نوخته خیلی قشنگ. بله یکی شده بودی. بله از کنم حضورتون که شمسا رضا شمسا شعر می گفت زار اینامی بود شعر می گفت. بله زاره. بله چه بودن یادم نمیاد. بله خانمام خیلی بودن که من یادم اون بود. بله خانمام بودن درسته. بهبهانی هم سرکار بهبهانی خانم بهبهانی که من آثارش دارم. بله شعرهای خوبی ترانهای خوبی کتابش هم داده به من یادش بخیر. یاد میکنیم ازش. شیرزن شیرزن واقعا. آقای خرم از همدورهای شما که اون موقع تو آهنگسازی واقعا با شما همکار بودن یا تو رادیو با هم هشت و نشت داشتین دوستیتون بیشتر با کی بود؟ بیشتر با ویگن. نه ویگن که مجری بود از آهنگسازا. آهنگسازا پرویز مقصدی. آخه پرویز مقصدی آره تو ارکستر من بود ولی خیلی بچه خوبی بود. اینجا هم که گوشه‌گیری کرده بود و رفته بود تو چیز کلرادو یک جایی. من. پسرش یه مزرعه داشت اونجا به شوها سه مایل هیچی نبود یه مزرعه زندگی میکرد اونجا. من رو دعوت کرد من پشتم رفتم اونجا یه هفته پلوش بودم. خدا بیامرزه خدا رحمت کنه. آره اونم آهنگساز بازوق بازوق انسان خوبی هم بود. خیلی حساس هم باش زندیات شما آشنا بودین در ایران. واروژ هم تو واروژ هم تو ارکستر من بود دیگه. قربونت برم واروژان یکی از تنظیم کننده های فوق العاده بسیار خوب. اینو ما به عنوان نوازنده کنترباس استخدام کردیم تو ارکسترمون. بعدن همین بارون بارون رو گفت من یه خود دست ببرم باش تنظیمش کنم. گفتم آره بخون کرد. بعدن یه آهنگا که می اومد میداد یه تنظیم میکرد. بعدن دیگه خودش آهنگساز شد و فلان اینا. منتها تنظیم های عالی هم داره. خدا بیامرزه بچه بسیار خوبی هم. بهش گفتم سیگار انقدر داری میکشی تو شبا هم بیخواب میکشی از بین میری یا میخندید همش میخندید و سیگار کشتش. بله بسیاری از کارهای گوگوش که بل. الان شما میشنوید تنظیما و آهنگاش هم بعضیش مال واروژانه. آقای خرم یه پرسشی بذاریم اینو بازش کنیم. بعضی از این هنرمندهای ما ببینید قلب واقعیت میکنن. امروز که شما در خدمتتون هستیم خوبه چون بالاخره با کمپانی ها در ایران شما کار میکردید. بله اینا بعضیشون ادعای میکنن میگن آقا این کار ما رو توقیف بوده. خب این صفحه 45 دورش که یا مال رویال بود یا آهنگ روز بود ما میدیدیم تفروشی ها پخش میکنن میرفتیم پول میدادیم میخریدیم. درسته این چه نوع توقیف بوده که آقا صفحهشو میذاشتن جلو ویترین بفروشن؟ بی خود میگن. نه خیر بی خود میگن. شنیدم مثلا فرهاد خواننده رو میگن آقا اینجوری بوده در حالی که چنین چیزی نیست. فرهاد خواننده یکی به هر حال تو فیلم ها مثل قیصر آوازهایی خونده یا رضا موتوری حالا کار نمیم قیصر رو اشتباه کردم رضا موتوری. خب این کارا من یادم صفهم شده بود
حتی من یادمه یک شبی یک برنامه بود که مجریش فریدون فرخسا بود، کنسرت بود، خدا شاهده همین آقای فرهاد دعوت کردن پشت پیانو نشست، همین آهنگا رو خوند. اینجا میگن آقا خیلی ما چند سال بودیم هیچ وقت. من میدونم چرا این سوال کنم، برای که جوونا برنامه رو میبینن. الان اینترنت آزاد شده دیگه، هر کی هر چی میخواد میره اونجا میزنه. غیر واقعی هم بعضی چیزا رو میگن. این درست نیست، این جامعه رو نسل جوان ما رو گمراه میکنه. چنین چیزی اصلا نبوده. دو تا کار ممنوع شد آقای خرم میدونه، یکی مروببوس بود به علت اینکه اونم اون موقع شایعه کرده بودن، بعد آزاد شد. بله. آهنگسازش هم آقای وجیز وفادار بوده. چرا چه اون موقع مروببوس رو شایعه کردن که خسرو روزبه که یکی از توده‌ای بوده، نظامی هم بوده، گفتن که این رو این برای دخترش خونده بوده، در حالی چند چیزی نبوده. نبود، نبود. اصلا بعد خب پرستوی ما رو به همینی در آورده. پرستوی من که من شعر خونده پرستوی شد و پرزنون رفت. گفتن که اینو برای چیز سرگز که برادر من شعر بود برای اون ساختن. اصلا هم چیزی نبود. هیچ. پرستوی از درزیم آقای آریانپور شعر چه گفته؟ بله بله بله. خدا بیامرزه. خدا رحمت کنه. No more.
خورم آنچنان کارهای ماندگار داره که میشه روزها وانه راجبشون صحبت کنیم. واقعا واقعا صحبت کنیم. شما خیلی لطف کردید که تشاور دیدو. نه خواهش میکنم آقای خورم. شما خاطرات زیادی دارید با این هنرمندا. خدا عرض کنم که هر کدومش آقای خورم من همیشه گاهی فکر میکنم آدم با صادقانه حرفش بزنه. بعضی ها نمیدونن. من اعتقاد دارم این هنرمندای جوان ما یا اونایی که در ایران پاپ موسیقی میخوندن یا اینجا مثلا آقای مویی مشهور شده، مگه میشه آدم قاسم جبلی یادش بره؟ نه قاسم بخی... جبلی راهگشا بود. واقعا میگم همونطوره. بله در سبک خودش خیلی خودش خب نمونه بود، نمونه بود، مشهور بود دیگه. اونا بره. بود بهرام سیر بود، ممچه شفیعی بود، قاسم جبلی بود. من یه چیز نقل کنم خداحافظی کنیم، عماد رام میگفتش که این قاسم جبلی اومد رادیو امتحان بده، قبولم شد. میگم من رفتم پیش مشیر امامی گفتم آقا میدونی این کیه؟ این همون قاسم جبلی بوده به اسم قاسم جبلی. گفت بیاد این چیزی عربی میخونه. میگفت ردش کرد. نه یعنی خیلی کسایی که مثلا چیزای دیگه میخوندن که غیر از موسیقی ایرانی شما خوب اشاره کردید. خب آقای خارم خاطره نیاریم بر ما بگین از این همه دوران، از این دورانی که از نوجوانی کنسرت هایی که رفتیم. اولا به چند کشور سفر کردیم برای کنسرت؟ اون آمریکا رو گفتید یه دفعه با خانم گوش. بله لندن بودیم، چیز لندن. بودیم اسرائیل بودیم. بله. آلمان بودیم، عرض کنم ایران هم که همه جاش، همه جا مرتب، خصوص آبادان و بندر چی میگن مسجد سلیمان و خاطرات دارم. بله بله مرتب. بله. خب این کنسرت سال 1968 هم که با گوگوش اومدیم اینجا. اون وقت من رئیس ارکستر جاز بودم. این با داستانش مفصله. بله. یه روز گوگوش به من گفت آقای خرم به بابای من بگو موافقت کنه. گفتم چی رو موافقت کنه؟ گفت من میخوام زن این محمود بشم. بله. محمود قربانی. آره. بله. چون من گوگوش رو برده بودم رادیو، باباش خیلی به من احترام میذاشت. بله. عرض کنم حضورتون که گفتم دوستش داری؟ اینجوری دست شکرد که چیز در اون میدلون داره عکس محمود بتوشت. بعدا گفتم خیلی خوب. نه به باباش چیزی نگفتم، اومدم رفتم محمودی که دیدم گفتم محمود اینو دختره رو معذرت خواهم، میخوای بلندش کنی یا میخوای؟ گفت خورم من عاشقشم. عکس بود. به بابای گوگوش رسیدم گفتم آقا چون چرا جلو اینا رو میگی؟ گفت آخه بابا این چی کار است؟ این کار نداره. گفتم که بالاخره جوون هم خودشون رو پیدا میکنن، بذار بره دیگه، این بذاره بره دختره بذاره بره، حتی آبروت میره فلان اینا. من بله برونشون بودم، عقد کنانش بودم، عروسیشون بودم، خانم گوگوش. بله. و چی جای شما خالی خیلی چیز شد، اینا بالاخره ازدواج کردن. نه یادم به شما داده بودم خانم گوش، اسمش چی بود؟ ای گفتی او یادداش بود شما خانم بودم خواب می‌دیدم یهو از خواب پریدم، خواب دیدم دم سحر یا رب بعد سفر، خیلی دوست دارم من چیزو. خیلی انسانه. جوانان ایرانی سلام میکنم به شما، خدا شما را حفظ کنه از همه بلیات. چقدر به من لطف دارید، تلفن هایی که میکنید، تماس هایی که میگیرین،
چیزایی که میفرستین این محبت شما رو میرسونه. ما دلخوشیمون شماییم فقط. خدا شما رو حفظ کنه، خدا شما رو حفظ کنه. همین. این آخرین قسمت بود. مشاهده فرمودید با آقای عطاالله خرم خداحافظی کردیم، ولی وقت ما آنچنان نبود که بتوانیم آثار بیشتر این هنرمند رو هم معرفی کنیم هم بر شما پخش کنیم. گاهی مجبور می شدیم از تصاویر هنرمند و از عکس استفاده کنیم و این کارهای ماندگار خاطر انگیز رو شما بشنوید. به پایان این برنامه رسیدیم. اجازه می خوام که سپاسگزاری کنم از حوصله شما بینندگان ارجمند و گرامی، و همینجور سپاسگزاری کنم از همکاران عزیزم، از آقای بابک کارگردان فنی، از آقای نادر که کار ادیت رو انجام داد و کار فیلم برداری هم آقای فریدون میرفخرایی به عهده داشتن. با تشکر از همه شما بینندگان عزیز گرامی و با سپاس به شخصیت های بزرگ و تاثیرگذار در رشته های مختلف هنری سرزمین ما، همه شما را تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می سپارم. پاینده ایران.